سلام و درود فراوان به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه امینی وایتی هستم و توی ویدیو قبلی ما اومدیم بهترین جایگزین برای سی پنل رو بهتون معرفی کردیم چرا که سی پنل باید اشتراک صحیح می کردید پولی بود اما ای ای پنل کاملا رایگان بود و کار ما رو راه مینداخت و با یه دونه دستور کد روی سرور مجازی ما نصب میشد و اما در ادامه این ویدیو قبلی توی این ویدیو میخوایم بهتون آموزش بدیم چطور روی AA پنلی که روی سرور مجازیتون نصب کردید یه دونه ربات تلگرامی بیارید بالا حالا چه رباتی هر رباتی که دوست دارید میتونید بیارید بالا اما ما توی این ویدیو میخوایم یه دونه ربات تلگرامی فروش VPN یا همون فروش کانفیک های ویتوری با هم دیگه ران کنیم و ازش استفاده کنیم برای اینکه دسترسی داشته باشید به سورس های روبات های تلگرامی با یه دونه سرچ ساده توی گوگل میتونید کلی سورس های تلگرامی رو پیدا کنید که حالا یک سریشون پولی یک سریشون رایگان من از سورس میرزا پنل میخوام استفاده کنم که یک پنلی در اختیار من قرار میده و من میتونم متصلش کنم حالا به پنل صنایعی که دارم و بیام کانفیک های ویچوری بسازم و بفروشم بدم دست مشتری ها سورسش رو توی سیستم دارم چنین سورسی هست در ابتدای کار ما باید بیایم این سورس رو آپلود کنیم توی ای ای پنل خودمون پس من میام ابتدا این پوشه سورسم رو تبدیلش میکنم به فایل فشرده زیپ دقت داشته باشید حتما زیپ باید باشه و اوکی رو میزنید یه دونه فایل زیپ براتون میسازه خب برمیگردم اینجا از منوی سمت چپ میام قسمت فایل و اینجا میتونید بیایید یه دونه پوشه درست کنید حالا من یه دونه پوشه درست میکنم یا میام مستقیم یه دونه فایل آپلود میکنم میام آپلود رو میزنم به جای درست کردن پوشه و میام این فایل فشرده ای که ایجاد کردم رو اینجا قرار میدم بعدش میاد اینجا گزینه آپلود رو میزنید تا این فایل فشرده شما آپلود بشه بعد از اینکه آپلود شد میاد اینجا قرار میگیره ما باید بیایم این فایلمون رو از حالت فشرده خارج کنید پس کلیک راست میکنید روش و گزینه آنزیپ رو میزنید میگه کجا میخوای ذخیره بشه یا همون آنزیپ بشه میگم همینجا اوکی کانفیم رو میزنید از حالت فشرده خارج بشه همونطور که میبینید یه دونه پوشه برای من ساخت با عنوان بات یعنی همون پوشه که توی این فایل فشرده من داشتمش خب دیگه به این نیازی ندارید کلیک راست میکنید و دلیتش میکنید برای امنیت بهتره که این کار رو انجام بدید خب حالا من یه دونه سورس دارم توی این پوشه بات که باید بیام مراحل نصبش رو انجام بدم پس میام آدرسم رو از اینجا کپی میکنم یا بهتر پوشه بات رو باز کنم بعدش این رو از اینجا کپی میکنم و توی مرورگر باز میکنم حالا اینجا یه دونه سلش و این استال رو میزنم خب همونطور که میبینید اینجا میرزا پنل برای من نمایش داده میشه چند تا گزینه داره که ما باید گزینه نصب ربات رو بزنیم ببینید دوستان نصب سورس ها متفاوته این سورس باید اینجوری نصب بشه و اصولا سورس هایی که شما حالا از سراسر سر اینترنت دانلود میکنید یا میخرید یک آموزش نصبی دارن یعنی بهتون میگن که چطور باید نصبشون کنید با کمک همونها شما میتونی بیای اون سورس رو نصب کنی خب من اینجا نصب ربات رو میزنم تا برم برای مرحله بعدی نصبش بسیار بسیار آسون هست خب همونطور که میبینید اینجا یک سری اطلاعات از ما میخواد که ما باید بیایم اونها رو وارد کنیم توکن ربات میخواد آیدی عددی ادمین میخواد دیتابیس میخواد و آیدی ربات و اینجور چیزها پس ما در ابتدا باید یه دونه ربات تلگرامی بسازیم من این رو میبندمش و میام وارد تلگرام میشم برای ساخت ربات تلگرامی ما به باتفادر نیاز داریم که تیک آبی هم داره لینکش هم توی دیسکریپشن ویدیو براتون قرار میدم خب بعد از اینکه استارتش کردید از منویی که اینجا وجود داره نیو بات رو میزنید یه دونه اسم از ما میخواد مثلا اسمش رو میذارم فست ویتوری هر اسم دلخواهی که دوست داشتید میتونید انتخاب کنید توی این مرحله یوزرنیم ربات رو ازتون میخواد دقت داشته باشید که هر چیزی که میزنید باید آخرش این بات رو بنویسید و باید یوزرنیمی انتخاب کنید که قبلا توسط شخص دیگه ساخته نشده باشه مثلا اگر من بزنم فست ویتوری بات احتمالا ساخته شده بله میبینید که به هم یک اروری میده و میگه که این یوزرنیم قبلا ساخته شده و من باید تغییرش بدم پس میام میزنم ویتوری فست بات یعنی ساخته شده بله اینم میگه ساخته شده یه دونه اسم دیگه بزنم به جای تو تیری میزنم فست بات خب این ساخته نشده بود میام توکنش رو یک بار میزنم روش تا کپی بشه و اون رو اینجا قرار میدم آیدی عددی ادمین از من میخواد آیدی عددی ادمین رو میتونید با استفاده از شوچت آیدی به دست بیارید روبات های مشابه زیادی هم وجود داره ببینید الان آیدی عددی من این هست یک بار روش کلیک کنم کپی می میشه و این رو اینجا قرار میدم آیدی ربات بدون ادساین از ما میخواد که میام یک بار میزنم روی اسم رباتم و آیدی رو از اینجا کپی میکنم اینجا قرار میدم و این ادساینش رو پاک میکنم چون گفته بدون ادساین حالا توی این مرحله از ما میخواد که بریم یه دونه دیتابیس برای این ربات تلگرامیمون بسازیم و اطلاعاتش رو بیایم اینجا قرار بدیم پس برمیگردیم توی AA ای پنلمون و میاییم توی این قسمت که نوشته دیتابیس اون رو میزنیم اینجا گزینه اد دیتابیس وجود داره این گزینه رو میزنید یه دونه نام براش در نظر میگیرید مثلا من میذارم همین میرزا یا همون میرزا پنل پس اسمش و یوزرنیمش شد میرزا پسوردش میتونید بذارید یه دونه پسورد دلخواه باشه یعنی اتوماتیک جنریت کنه براتون یا اینکه بیاید یه دونه پسورد براش بسازید من میذارم همین باشه چون از لحاظ امنیتی بالاتر خب این رو کپی میکنم اسم دیتابیس و یوزرنیممون شد میرزا پسورد چی شد پسورد هم این شد که از اینجا کپی میکنم و اون رو توی قسمت پسورد دیتابیس قرار میدم خب دیگه چیزی رو نمیخواد اینجا تغییر بدید کانفیرم رو میزنید دیتابیس رو براتون میسازه بعدش میایید نصب ربات رو میزنید و منتظر میشید تا این عملیات نصبش انجام بشه خب همونطور که میبینید نوشته ربات میرزا پنل با موفقیت نصب شد حالا نمیدونم چرا یه کمی به هم ریخته برای من این رو نشون داد ولی به هم پیغام نصب رو نشون داده خب برمیگردم توی ربات اینجا استارت رو میزنم میبینید که به محض اینکه من استارت رو زدم یک پیغام خوشامدگویی برای من نمایش داده میشه پس داره به میگه که شما با موفقیت تونستی پنل میرزا رو برای خودت نصب کنی یه دونه روات فروش کانفیک برای خودت ردیف کنی خب حالا باید چیکار کنی ببینید الان من توی حالت عادی هستم یعنی به عنوان یه دونه کاربر عادی هستم و میتونم اصلا اکانت تست رو بزنم اکانت تست دریافت کنم یا سرویس ها رو بزنم سرویس هامو ببینم اما الان ما باید بیایم وارد بشیم به پنل مدیریت یه کمی که برید پایینتر، تر اینجا نوشته ادمین این رو که بزنید وارد پنل مدیریت میشید حالا اینجا یک نکته باید بهش توجه داشته باشید اگر شما اون آیدی عددی که از این ربات گرفتیم این رو وارد نکرده باشید ربات نمیتونه تشخیص بده که شما ادمین رباتی پس این آیدی عددی به این درد میخوره حالا شما میتونی پنل های مختلف رو بیای اضافه کنی مثلا اینجا گفته که میتونی بیای پنل مرزبان رو اضافه کنی از دکمه مالی میتونی بیای درگاه و اینها رو ردیف کنی مثلا به درد کسایی میخوره که میخوان درگاه پرداخت اضافه کنن حتی شما میتونی بیای درگاه ارزی هم برای خودت ردیف کنی که مشتریات بیان با ارز دیجیتال یا همون کریپتوکارنسی خریدشون رو انجام بدن به صورت کاملا اتوماتیک و بیان خرید کنن میتونی درگاه پرداخت ارزی اضافه کنی یا درگاه پرداخت ریالی داره آقای پرداخت داره کلی درگاه داره که میتونی هر کدوم رو که دوست داشتی بسته به نیازت اضافه کنی میتونی ربات رو کاملا شخصی سازی کنی مثلا تنظیم متن ربات ادمین اضافه کنی حذف کنی خدمات کاربر داره ارسال پیام داره کلی امکانات متفاوت داره که شما میتونی ازش استفاده کنی بخش آموزش هم داره که اگر بزنی شما میتونی مثلا بیای چند تا آموزش اضافه کنی که مشتری بعد از اینکه کانفیگشو خریداری کرد بفهمه که مثلا روی اندروید چطور از کانفیگ استفاده کنه روی آیفون چطور استفاده کنه و اینجور داستان ها دیگه چیز خاصی نداره به راحتی میتونید خودتون بیایید اینها رو اضافه کنید بخش زیر مجموعه گیری داره یه بخش تنظیمات داره که اگر بزنید میتونید قفل کانال بذارید روی ربات مثلا هر کاربری که خواست از ربات استفاده کنه ابتدا باید عضو کانال مد نظر شما بشه بعدش استفاده کنه وضعیت ربات رو میتونی چک کنی بخش قوانین داره دکمه نام کاربری داره و کلی امکانات دیگه که فقط این سورس البته داره و شما میتونی به راحتی شخصی سازیش کنی و ازش استفاده کنی اگر این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کنید اگر سوالی داشتید کامنت بذارید و اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیو جدید براتون قرار دادم نوتیفیکیشن براتون بیاد و بتونید ویدیو جدید رو مشاهده کنید موفق و پیروز باشید